گفتیم اگه بخوایم پس با پایتون کار کنیم، میایم تو این قسمت جی یو آی یا همون خود پایتون رو سرچ میکنیم، پایتون، و در واقع اون اولی که میاره اونو بازش میکنیم. توی این قسمت ما پایتون رو باز میکنیم. بخشید. خب من این فونتش رو خیلی درشت کردم که واضح مشخص باشه به سیستمتون. خب تو قسمت فایل نیو میزنیم که یه ماجول جدیدی باز بشه. در مورد عملگرهای شرطی ما در واقع سه تا عملگر اصلی داریم که اند، اور و ایف هستش که خیلی 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 باشون سر کار داریم. حالا عملگرهای دیگه هم هستن ولی پرکاربردترین هاشون اینها هستن. پس تا اینجا ما در واقع چیزای متوجه شدیم، عملگرهای ریاضی متوجه شدیم چجوری کار میکنن، عملگرهای مقایسه ای و متوجه شدیم که چطور کار میکنن تو پایتون، و عملگرهای شرطی. در مورد عملگرهای شرطی ما اند و اور و ایف رو داریم که کاربرد اینها به این صورته که ما توی در واقع موقعی که با اند کار میکنیم، ببینید وقتی قهوه‌ای میشه یعنی که در واقع این یه کد شناخته شده پایتون هستش وقتی حالت قهوه‌ای نشون میده. حالا اگه مثلا ما اینجوری بزنیم به صورت مشکی و اینجوری، یعنی هر پایتون اینو به عنوان کد نمیشناسه. خب این فونت هم ریسک نیست، این فونت ها قابل مشاهده هست رو لپتاپ دیگه، درسته؟ بله درسته. ببینید در مورد عملگر اند ما موقعی کلا با عملگر اند سر و کار داریم که یه شرط، یعنی در واقع میخوایم دو تا یا سه تا شرط رو همزمان یه در واقع در حالا یه جامعه‌ای داشته باشه. مثلا ما میگیم میخوایم از داخل این مجموعهمون خب هم مثلا دمای ما، مثلا ما داریم حالا یه چیز اقلیمی یه آب و هوایی مثال میزنیم، میگیم هم دمای ما مثلا بالای 20 درجه باشه، هم بارش ما مثلا بارش مجموع بارش سالانه مثلا بالای 100 میلی متر باشه. میگیم اگر این دوتا شرط رو داره برای ما انتخابش کن. خب پس میگیم از هم از یعنی دوتا مجموعه داریم در واقع، پس اند کار اشتراک تو ریاضی رو انجام میدیم. میگیم آ اشتراک بی، درسته؟ میگیم آ اشتراک بی، یعنی اون اعضایی که هم عضو آ هستن و هم عضو بی هستن، این میشه اند، درسته؟ پس ما زمانی اند رو به کار میبریم که هر دوتا برای ما هر دوتا شرط باید برقرار باشند. اگر هر دو برقرار نباشند اینجا در واقع جواب منفی رو دریافت میکنیم. پس در نتیجه اند اینه که هر دوتا شرط یا هر دوتا متغیر رو ما میخوایم داشته باشیم. مثلا میگیم هم دما بالای مثلا 20 درجه باشه، هم بارش بالای 100 میلیمتر باشه. وقتی اینجا بخوایم هر دوتا رو در نظر بگیریم عملگر اند رو به کار میبریم، یا ممکنه سه تا یا چهار تا پارامتر، این هم دما بالای 20، بارش بالای 100 میلیمتر، و مثلا یه منطقه که مثلا این سه دو تا رو توش شیب بشن، مثلا شیب مثلا بیشتر از مثلا یا کمتر از 10 درجه باشه. خب شیب منطقه کمتر از 10 درجه باشه، این سه تا شرط رو میگیم. جایی که هر سه تا شرط رو داره برای ما انتخاب کن، مکان هایی که هر سه تا شرط رو داره برای ما انتخاب کن، این اینجا عملگر اند رو به کار میبریم. حالا عملگر او رو کی به کار میبریم؟ عملگر او رو زمانی به کار میبریم که میگیم از این سه تا یکیشو داشت ما اینو قبول میکنیم، میپذیریم. خب یا مثلا میگیم اگر یه جایی برای ما انتخاب کنیم یا دماش بالای مثلا 20 درجه باشه، یا مثلا در واقع بارش بالای 100 میلیمتر باشه، یا شیب کمتر از مثلا 10 درجه باشه، یکی از اینا رو داشت ما اونو قبول میکنیم، میپذیریم. خب در واقع اعضایی از مجموعه که یکی از اونها داشته باشن، یا افرادی از جامعه که یکی از این متغیر یکی از اینها رو
در واقع داشته باشن. اینجا عملگر او رو به کار میبریم. خب ایف هم که حالا میگیم به چه صورت کار میکنه. حالا اگر ما بخوایم یه مثالی بزنیم، میگیم بین همون قبل میگیم آ مساویه با مثلا 9 و مثلا بی مساویه با 3. خب حالا میگیم پرینت کنیم. خب حالا ببین عملگر ایف چطور کار میکنه. ما اگه بخوام عملگر ایف کار بکنیم، میگیم اگر آ بزرگتر از در واقع عدد 5 بود، خب اند و به اصطلاح بی مثلا کوچکتر از مثلا 10 بود، خب اینجا بلافاصله بعد از شرط در حالت علامت دو نقطه رو میزنیم، بعد اینتر میزنیم، خودش به صورت اینتند میشه. ببینید در واقع وقتی ما اینجا اینتر رو بزنیم، وقتی بعد از ایف اینتر میزنیم، نه در واقع اون در واقع پایتون محیط ماژول خودش یه اینتند بهش میده، نمیچسبه زیرش، با یه فاصله این طرف قرار میگیره. میگیم اگر اینطور بود مثلا پرینت کن، در واقع میگیم مثلا یه سو پرینت کن. خب حالا میگیم پرس، در غیر این صورت بیا مثلا پرینت کن چیو انو انو رو پرینت کن. حالا ما اگر اینو ران بکنیم چه اتفاقی میفته؟ قبلش باید سیو کنیم و به عنوان پای 2 ذخیرش میکنیم. خب ببینید یس رو سیو کرد، یس رو برای ما برگردوند، یعنی توی پایتون شل که گفتیم پایتون شل به صورت صفحه ماشین حساب هستش. ما اونجا توی کیبورد ماشین حساب وارد میکنیم، توی صفحه ماشین حساب نتیجه رو مشاهده میکنیم. من یا تکرار میکنم که اگر یه وقتی اینها رو ندیدین، اینجا به متوجهشون نشدین، اینجا دوباره متوجه میشه. خب پس ما یه شرط گذاشتیم، گفتیم هر دو تا شرط باید برقرار باشه، یعنی هم آ بزرگتر از 5 باشه، هم بی بزرگتر از، هم بی کوچکتر از 10 باشه، درسته؟ حالا اگر در واقع اینها وقتی ما میگیم آ و بی براش تعریف کردیم، یعنی متغیرن، یعنی میتونه هی تغییر بکنن. خب میتونه هی در واقع جابجا بشه، بالا پایین بشه، میتونه اصلا یه قسم در واقع به عنوان یه ورودی باشه، خب یا یه لایه رستری که مثلا بی های مختلف داره، بی ممکنه 10 تا عدد باشه، یه مجموعه باشه، یا هر چیز دیگه. خب ما حالا اینجا مثلا اگر عدد مثلا 44 رو در نظر بگیریم، خب اینجا میگه که آ بزرگتر از 5 شرط اول داره، اما شرط دوم گفتیم بی باید کوچکتر از 10 باشه، شرط دوم برقرار نیست. پس گفتیم اگه شرط پرینت اول، یعنی در واقع اگر شرط برقرار بود پرینت دوم، اگر نبود مثلا میگیم اینو بچرخون، اینو در واقع برای ما برگردون. خب حالا اینجا دیگه این شرط برقرار نیست، اگر ما بیایم اینو اصطلاح رانش بکنیم، اینو به ما برمیگردونه، در واقع یعنی شرط درست نیست، در واقع این بی کوچکتر از عدد 10 نیست، بزرگتر از عدد 10 هستش. حالا میتونیم همینو به صورت اور در نظر بگیریم. اگر همینو به صورت اور در نظر بگیریم نتیجه چی میشه؟ خب اگر اینو ران بکنیم جواب میشه یس، نتیجه یس میشه. چرا؟ این عدد وای باید. چرا؟ چون این شرط دوم نداره اما شرط اول برقراره. چون شرط اول برقرار گفتیم او کارش اینه که یکی از این دوتا برقرار بود میپذیره، خب یعنی یه سوم داده. گفتیم اگر این بود اوکی، اگر هم نبود که مثلا یکی از این دوتا رو داشت اینو اوکی کن. حالا میتونیم کار دیگه هم انجام بدیم، میگیم مثلا اگر شرط برقرار بود بیا چکار کن، مثلا آو به اضافه مثلا صدش کن، درسته؟ آو به اضافه صد کن. اگر نبود یا اینجا مثلا
بیو مثلا زرد داره صدش. حالا اینجا باز همین کار رو برای ما انجام میده. آره میشه به اینترنت دست ببین ما میگیم حالا صدا میاد واضح؟ بله بله صدای شما رو داریم استاد. صدا مو دارین؟ پس اینجا گفتیم که حالا به جای yes و no ما اومدیم در واقع یه شرط دیگه گذاشتیم، گفتیم اگر در واقع این شرط برقرار بود، یعنی A بزرگتر از 5 بود و B کوچکتر از 10 بود، بیا در واقع A به اضافه 100 کن، اگر نه بیا بیو در واقع ضرب داره 100 کن، یا مثلا بیو ضرب داره مثلا حالا یه عدد مثلا 20 اش کن، یکم فرق کن. خب حالا ما بیایم اینجا اینو ران میکنیم، در واقع سیوش میکنیم، ران میشه 109 برگردون. چرا؟ یعنی در واقع این شرط برقراره، یعنی هم آ کوچکتر از 5، هم بی به اصطلاح هم آ بزرگتر از 5، هم بی کوچکتر از 10 هستش. حالا گفتیم اینجا رو مثلا اگر بذاریم مثلا 92، اینجا دیگه شرط برقرار نیست، گفتیم آ باید بزرگتر از 5 باشه. بخشید اینجا رو مثلا میذاریم عدد مثلا 2، یعنی آ گفتیم بزرگتر از 5 باشه ولی کوچکتر از 5، اینجا شرط برقرار نیست. خب وقتی برقرار نیست باید چه کار انجام بده؟ باید بیاد در واقع بیو ضرب داره 20 اش بکنه، یعنی 6 رو ضرب داره 20 اش میکنه 120 باید ما برگردیم. خب اینو پاس ما میام اینجا ران میکنیم، در واقع این میاد این عدد ما برمیگرده. این در مورد پس عملگرهای شرطی و به اصطلاح اند و ایفی که ما اینجا باش کار میکنیم. خب پس تا اینجا اینو متوجه شدیم که متغیرها رو تعریف میکنیم براش، متغیرها رو میتونیم هی تغییر بدیم و با همون کد هی نتیجه متفاوت بگیریم، و ایف هم به چه صورتی کار میکنه؟ ایف پرینت و else، یعنی در واقع ما if همیشه عملگر if همیشه به این صورته. ما حالا اینو اینجا سیو میکنیم که داشته باشیم. یه بار دیگه من جی یو آی میزنم. ببینید عملگر if کارش به این صورته، در واقع حالت در واقع این اکسپرشن یا اون عبارت رو داره، if yes و if no. خب همیشه در واقع دستور if سه تا پارامتر از ما میخواد. این نکته رو دقت کنید، دستور if تو تمام برنامه ها سه تا پارامتر از ما میخواد. یه دونه در واقع به اصطلاح خود عبارت شرطی هستش، شرط خود شرط هستش اولی، دومی در واقع اگر شرط برقرار بود چه کار انجام بدم، سومی اگر شرط برقرار نبود چه کاری انجام بدم. یعنی میگیم پس یه عبارت شرطی هستش که همیشه اولین پارامتره، دومین پارامتر یه دستوری رو ازش میخوام، میگه اگر شرط برقرار بود این دستور انجام بده. خب این هم اگر شرط برقرار نبود این دستور انجام بده. کل سیستم کامپیوتر بر اساس ایف کار میکنه. مثلا ما میگیم اگر پاور لپتاپ روشن بود من دست گذاشتم تو تاچ، شما تاچ رو حرکت بده، اگر پاور خاموش بود دست گذاشتم تو تاچ هیچ کاری نکن. خب همه چیز همینطوره. یا میگیم اگر مثلا من موس رو گذاشتم اینجا، پس تمام سیستم کامپیوتر بر اساس ایف کار میکنه، درسته؟ مثلا میگیم اگر من موس رو گذاشتم اینجا کلیک کردم شما هیچ کاری نکن، اما اگر این استارت رو زدم بعد اینجا مثلا کلیک کردم شما بیا اینو بازش کن. خب این همش بر اساس ایف